موشن بلر یک افکت بسیار جالب و عالیه که وقتی ما در افتر افکت کاری رو انجام میدیم، اگر موشن بلر اون فعال باشه خیلی دلنشین تر و خیلی بهتر هست و به صورت کلی کلیپ و کاری که شما درست کردید رو یک لول ارتقا میده و حرفه‌ای تر میکنه. تو این آموزش با من همراه باشید تا توضیح بیشترش رو خدمتون ارائه بدم. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه افترکارا و گرافیستا و تدوینگرا و همه و همه تو خونه. حالتون چطوره؟ حسین باقری هستم از فلت جی اف ایکس و خیلی مفتخرم که تو این آموزش با شما همراه هستیم. اما خب این بار می‌خوایم با هم بریم سراغ این که ببینیم موشن بلر چیست و چطوری میتونیم توی افتر افکت اون رو فعال بکنیم. عزیزان ببینید، من اگه بخوام موشن بلر رو برای شما تعریف بکنم، میام از این قسمت این رو به شما نشون میدم. ببینید وقتی که شما در عکاسی، حالا این قضیه بیشتر وجود داره، وقتی که مثلا شما عکاسی میکنید، ما یه چیزی داریم تحت عنوان شاتر اسپید یا سرعت شاتر. خب که این سرعت شاتر دقیقاً باعث همین کشیدگی ها میشه. ببینید وقتی که شما مثلا این عکس رو ببینید، روی سپایه فرض کنید دوربینتون رو قرار دادید و یه دونه عکسی میگیرید، خب مثلا با مثلا سرعت شاتر مثلا 60، یه چیز بیسیک معمولی، وقتی که شما این کارو انجام میدید، اون چیزایی که ثابته ثابت میمونه و چیزایی که متحرکه میبینید که یه درصدی کشیدگی براشون ایجاد میشه. این کشیدگی که الان شما دارید میبینید در حالت طبیعی توی افتر افکت غیر فعاله، ولی اگه فعالش کنید روی لایه‌هایی که خودتون میخواین، افکت خیلی واقعی‌تر و بهتری رو میده و کارو واقعا خوشگل‌تر میکنه به معنی واقعی کلمه. خب حالا بر فرض مثال ببینید، مثلا من اینجا این رو توی آموزش قبلی در واقع آموزش دادم که چطوری میتونیم در واقع خروجی ترانسپرنت بگیریم، حتما ببینید خیلی به دردتون میخوره. مثلا فرض کنید که اینجا، خب من اینو میذارم برای پلی شدن، خب اینا همینطوری داره پلی میشه و همونطور هم که میبینید هیچ موشن بلری نداره. موشن بلر یعنی چطوری؟ ببینید مثلا یه کشیدگی اینجا داشته باشه. حالا ببینیم که چطوری میتونیم موشن بلر رو فعال کنیم و تنظیماتش به چه شکلی هست. خیلی خب، برای اینکه موشن بلرتون فعال بشه، شما باید ببینید از این قسمت دو تا گزینه رو معمولا بذارید همیشه فعال بشه، این لیر سویچ پنل و از اون طرف ترانسفر کنترل پنل پین. وقتی که این دوتا فعال باشه، خیلی گزینه‌های مختلفی برای لایه شما قرار میده که ما با این قسمت کار داریم، قسمت موشن بلر. که وقتی که من این رو فعال بکنم، یه تغییری انگار ایجاد شد. با هم درست ببینیم، اینجا رو ببینید، بهتر شد، انگار یه کشیدگی درست کرد. درسته؟ این موشن بلر ما دقیقا به همین شکل ایجاد میشه عزیزان. و وقتی هم که بخوایم ما کمی روش مدیریت داشته باشیم، میتونیم که بیایم سکانس خودمون رو طوری مثلا بهش بفهمونیم که جناب سکانس، من میخوام موشن بلرم کشیده تر بشه، مثلا الان موشن بلرم یه کوچولوه، میخوام مثلا 3 برابر 4 برابر بشه. برای این کار وقتی که فعالش کردم، ببینید این به این شکل میشه دیگه. درسته؟ من راست کلیک میکنم روی کامپوزیشنی که در واقع این صحنه رو دارم، روی کامپوزیشن سیتینگز کلیک میکنم. خیلی خوب، در قسمت ادوانسد ما اینجا در قسمت موشن بلر دو تا گزینه داریم، شاتر انگل و شاتر فیس. من شاتر انگل رو وقتی بیشتر بکنم، میبینید حجم کشیدگی ها خیلی بیشتر میشه، عملا موشن بلر ما بیشتر میشه. و وقتی که هی بیشترش بکنم، میبینید که این شکلی میشه. اوکی میکنم، هرچند یه ذره از سیستم ممکنه که بکشه، اما خب خیلی تکنیک باحالیه. میبینید قسمت هایی که تکون میخوره به شدت موشن بلر روش فعال شده و در واقع به این شکل شده. حالا قبلش چطور بود؟ قبلش این شکلی بود، قشنگ لایه رو میشد دید، ولی الان به چه شکلیه؟ موشن بلر رو که فعال کنم به این شکل میشه. خب حالا واسه تنظیمات بیشتر من رو کامپوزیشن سیتینگ کلیک میکنم، شد فیز که بزنم. وقتی که بزنمش، ببینید و جابجاش بکنم، اولا میشه گفت چند درجه لایه ما رو جابجا میکنه. خب که من این رو خیلی پیشنهادی نمیدم، چون که ببینید وقتی جابجا بکنم و اوکی بکنم و بزنم برای پلی شدن، زیادی همه چی اسموده در واقع و همه چی زیادی نرمه، خوشگله. ببینید مثلا اینجا این شکلی شروع میشه، اگه موشن بلر نبود چطوری؟ این شکلی بود. اما وقتی که فعالش بکنیم و تنظیماتش رو خیلی بیش از حد بکنیم، یه ذره از قشنگیش ممکنه که کم بکنه. اما خب من در حالت طبیعیش این رو شاتر فیز میذارم روی 0، اوکیش کردم، بذارم روی 0 و موشن بلرش شاتر انگلش رو کمتر میکنم که در نهایت اینقدر بشه. بیشترش خیلی به نظر من خوب نیست، کمترش هم و اینکه عملا نباشم که دیگه اون دیگه به هیچ وجه خوب نیست. لذا موشن بلر رو حتما فعال بکنید، چون که افکت خوشگلیه، چشم ما دوست داره این شکلی ببینه. حتی همینقدر بهتون بگم، شما وقتی که
فرض کنید که توی جای تاریک هستید، خب میخوام الان درک موشن بلر رو خدمتتون بگم. فرض کنید که شما توی چند ساعت توی جای تاریکی هستید، وقتی که یهو نور روشن میشه و مثلا تکون میخوره، یه چیزی جلوتون حرکت میکنه، یه ذره اون موقع میتونید موشن بلر رو بیشتر احساس بکنید. اما خب اگر هم بخواید باز بفهمید که موشن بلر چیه، گوشی موبایلتون، خب وقتی که یک عکسی مثلا توی شب میگیرید، میبینید که وقتی عکس میگیرید و دستتون اگه تکون بخوره همه چی جا به جا میشه، اون میشود موشن بلر. هرچند توی خیلی از گوشی ها میشه اون مسئله رو حل کرد که مثلا توی شب یه دونه عکس صاف و واضح بگیرید. اما خب صرفا من میخواستم که خدمتتون توضیح بدم که این داستان به چه معناست و چطوری ما میتونیم موشن بلر رو هم توی افتر افکتس فعال بکنیم. تکنیکش همین بود، صرفا فقط با کافی بود که از این قسمت برای هر لایه‌ای که می‌خوایم این رو فعال بکنیم و روی همه لایه‌ها قاعدتاً نیاز نیست فعال بکنیم. مثلا اگه ما بک‌گراندی اینجا داشته باشیم، یقیناً روی بک‌گراند لازم نیست کاری انجام بدیم. و مسئله مهمترش اینه که این موشن بلر برای زمانی خیلی به درد می‌خوره که شما لایه‌تون آلفا باشه. آلفا یعنی چی؟ یعنی ببینید مثلا من این لایه‌ام یه دونه شیپ بود که اومدم یه دونه افکت موشن گرافیک مثلا بر روش درست کردم که کار خاصی هم نداره، آموزشش هم به زودی ضبط میشه. خب این لایه من چون این لایه آلفا هست و توی افتر افکت ساختم به این شکله، یعنی مثلا شما اگه یه دونه ویدئو رو از بیرون مثلا صفحتون بیاین از بیرون در واقع افتر افکت بکشید بنازید داخل افتر افکت و بخواید روش موشن بلر فعال کنید، این کار انجام شدنی نیست. چرا؟ به دلیل اینکه این موشن بلر افتر افکت بر اساس خود کارهایی که ما توی افتر افکت انجام میدیم. ولی خب از اون طرف مثلا اگه بخواید یه دونه جسم، یه دونه شیپ، یه دونه دایره بخواد از این ور حرکت کنه بره اون ور، ما میتونیم این رو در افتر افکت فعال بکنیم تا پس موشن بلرش اوکی بشه. لذا به این نکته هم دقت داشته باشید و در جریان باشید که هر فیلم، هر چیزی که نمیشه توی افتر افکت در واقع بهش موشن بلر داد، و صرفا ما میتونیم که همین جسم ها رو توی افتر افکت بهش موشن بلر بدیم. حتما موشن بلر رو فعال بکنید، زبونم گرفت، چون که خیلی به درد بخوره، بلعکس توی موشن گرافیک خیلی به خوبه، خیلی خوبه. اگه شما موشن گرافیک کار میکنید، اگه فضای به این شکل دارید، حتما فعال بکنید، بهتون پیشنهاد میکنم. اما خب ممنون و متشکرم که تو این آموزش با من همراه بودید. امیدوارم که موفق و مؤید باشید. تمامی سوشال های ما این پایین هست، به سایت ما هم میتونید سر بزنید، آدرس flatgfx.ir. تنها حمایت شما هم دنبال کردن ما در سوشال های زیر هست و اگه نظر، انتقاد، پیشنهاد و حتی سوالی دارید، زیر همین ویدیو توی آپارات یوتیوب برام بنویسید تا حتما ببینم و در واقع جوابش رو خدمتتون بدم. ممنون و متشکرم، امیدوارم که موفق و مؤید باشید. خدا یار و نگهدار شما باشه.